درود میفرستم به همه شما بینندگان خوب و عزیز و مهربون برنامه زن امروز. امیدوار هستم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بیننده برنامه زن امروز باشید که برنامه خودتون هست. امروز هم در خدمت همکار خوبم افی هستیم و مهمانان بسیار عزیزی هم خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید و برنامه رو دنبال بکنید. من هم اجازه میخوام درودی بفرستم خدمت شما بیننده های عزیز برنامه زن امروز. خوشحالیم که بار دیگر مهمان خونه های شما عزیزان هستیم و با شما و در کنار شما و در کنار مهمان های عزیز امروز یه مدتی رو با هم خواهیم گذرون. خب بلونه جان، والا افی جان، خبر والا خیلی زیاده. یه خود من داشتم هفته پیش، اینو یادم رفت بگم، هفته پیش داشتم توی اخبار نگاه میکردم، خیلی ناراحت شدم برای دکتر مایکل جکسون که دادگاهش بود و دیگه گفتن که گناهکاره و تقصیرکاره و فکر کنم 29 نوامبر دیگه بهش میگن که چند سال باید زندان بره، ولی نوشته بودن که فکر کنم 4 سال ممکنه زندانیش باشه. آره شنیدم حد اکثر 4 ساله، ولی متخصصین این مسائل داشتن صحبت میکردن، میگفتن احتمالا مال این به روز میره، یعنی دیگه به حتی 1 سالم نمیرسه. درسته. ولی خب منم نگاش میکردم، دلم سوخته، من خود ناراحت شدم، به خصوص اینکه نوشته بودن که برگشت و خانومش و دخترش هم توی دادگاه بودن و برمیگرده به خانومش و دخترش میگه که دوستتون دارم، میگه I love you، دوستتون دارم. و خیلی از جلسات دادگاهش هم دیدم گریه میکنه. من گفتم چون خودش خیلی دوست داشته مایکل جکسون و نمیخواست یه همچین اتفاقی بیفته. درسته. و من خودم تقصیر رو روی متاسفانه مایکل جکسون میذارم، برای اینکه میگن آخرین شاتو خودش به خودش زده. بله. آخرین آمپول رو به هر حال خدا میدونه و خدا. بله، این یه خبری بود که نگاه کردم. بسیار عالی، بسیار عالی. خبر دیگه ایش؟ خبر دیگه داشتم میخوندم، نوشته بود که بیش از این، خود خبر غم انگیز البته، نوشته بود که بیش از 72,000 زن معتاد در کشور وجود داره که اکثر اونها در جنوب تهران هستند و 6% از کل 1,200,000 نفر معتادان رو زنان تشکیل میدن. ولی مشکلات این زنان خیلی بیشتر از مشکلات مردان معتاد هست، نوشته بودن. و کلا در کل تهران تنها یک سرپناه برای زنان معتاد وجود داره که با گنجایش 40 نفری به 80 نفر در فصل سرما داره خدمات میده. و این واقعا جای تاسف. زنان معتاد جنوب شهر نوشته بود فاقد مهارت شغلی هستن، از نظر آموزشی در سطح بسیار پایین تری نسبت به زنان مرکز شهر هستن. و نکته بارز در میان زنان معتاد جنوب شهر این هست که اکثر آنها تجربه ازدواج در سنین پایین، حتی 2 تا 3 بار رو داشتم. و چقدر جالبه، اینجا دیدی که در قسمتی از شهر لس آنجلس وقتی که میریم میبینی که یک عده هستن که یک جایی رو درست کردن که محل امیده. بله. و این کسانی که خونه ندارن و تو خیابونن و معتادن میبرن اونجا و بهشون مهارت ها رو یاد میدن و براشون خودشون یک کار تهیه میکنن و اینا رو میذارن سر کار. من فکر کردم اگر برای این عزیزانم بتونن یک بنگاهی بذارن. بله. که اینا برن و یه مهارت‌هایی رو یاد بدن بهشون و یاد بگیرن، چقدر خوب میشه که از این هم پاک بشن، هم کاری داشته باشن که به خاطر احتیاج به پول مجبور نشن برن دنبال کارهای از این قبیل. خب چه کار میشه کرد دیگه؟ بله دیگه، این عزیزان احتیاج به کمک دارن. اتفاقا من یه خبر داشتم، الان عزیزان میدونین که سرد شده، من یک برنامه داشتم از روی فیسبوکم که از تهران فرستادم، برف اومده تهران، قشنگ نشون داده بود چجوری برف باریده و اینا. من فکر کردم الان فصل سرما و سرماخوردگیه، چقدر خوبه که چیزهایی رو که بر بدنمون لازمه، به خصوص وقتی که آفتاب نیست، احتیاج به ویتامین دی مثلا بدن داره. بله. چقدر خوبه که تو این فصل ماهی بخوریم. البته من نمیدونم ماهی همیشه همه جا هست، ولی گفتن که ماهی خیلی خوبه برای اینکه ویتامین دی رو میده، یا مرکبات رو زیاد بخورید تو این فصل برای ویتامین سی، یا چای سبز اگر گلو درد دارین، میگن چای سبز خیلی برای گلو درد خوبه. و اون 2-3 تا حب سیر هم که هیچ وقت فراموش نمیکنیم، چون برامون خوبه. و سبزیجات و
شکلات، مخصوصا شکلات هایی که تیره هستن عزیزان، خیلی خوبه برای این فصل. هم آنتی اکسیدان داره، هم که خوبه برای گرم کردن. و بالاخره یه چیز دیگه هم گفتن برای سرفه های زیاد، دو تا نه دم کرده آویشن. من اینجا میدم، اینجا آویشن دیدی شما؟ من ندیدم، ولی دم کرده آویشن برای سرفه کردن خیلی خوبه. خیلی جالبه این چیزایی که گفتی. من هر وقت مریض میشم از مام بزرگم همیشه میپرسم، مثلا حالا دکتر رو میرم، قرصا رو میگیرم، ولی همیشه از مام بزرگم میپرسم مام بزرگ واسه سرفه چی خوبه، مام بزرگ واسه گلو درد چی خوبه. بعد همیشه بهم میگه اینو بخور، بعد این کارو بکن، بعد اینو اوکی. من عروس خودم همه این چیزا رو دنبال میکنه. آره، عاشق این چیه برای دل درد میخوریم، آب نعنا، عرق نعنا. آها، عاشق اونه. میاد خونه ما، آره. زود میگه اونو داری دلم درد میکنه، زود اونو میخوره. درسته، کمک واقعا هم کار میکنه ها. مثلا من خودم چای با عسل، چای و عسل و دارچین خیلی منو کمک میکنه برای گلو درد و اینا. بسیار. نمیدونم حالا شاید برای بعضیا خوب نباشه، نمیدونم، ولی همیشه از مام بزرگم میپرسم، میگه کمک میکنه، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، و واقعا هم کار میکنه. و طبیعیه، طبیعیه. من خودم زیاد اهل قرص نیستم، اصلا دوست ندارم. اصلا مثلا سردرد میگیرم یا سرما میخورم یا حالا هر چیزی، همه میگن بابا این قرصو بخور، این آنتی بیوتیکو بخور. دوست ندارم زیاد، مگر اینکه یعنی دیگه واقعا خیلی دیگه حالم بد باشه، بگم دیگه نمیتونم این دردو تحمل کنم، قرص برمیدارم. ولی همیشه میپرسم از مام بزرگم یا مامانم. خلاصه خیلی هم عالیه، چون بله. پسر منم هر وقت سردرد داره یک چیز گرم میذاره رو سرش و هیچ چیز استفاده نمیکنه. درست. خب عزیزان، میریم یه میوزیک ویدیو تماشا میکنیم، برمیگردیم با مهمانای عزیز، با ما باشین. شمشیر جلالت بسته ای بر کمر، با تاج شاهی به سر، می نمایی دفاع از تواضع و حق سواره.
جاودان ماند در آسمان از شرارت بیزاری. وقتی خدا کنارته انگار که تو غم نداری، همه دنیا باهاته چیزی دیگه کم نداری. انتظار کشیدم دیگه من خسته شدم، خسته از فاصله ها و درهای بسته شدم. تو بگو شبای مهنت کی به آخر میرسه، کی روزای شادی من باید از در برسه. وقتی خدا کنارته انگار که تو غم نداری، همه دنیا
خدا کنارته، انگار که تو غم نداری، همه دنیا با هاته، چیزی دیگه کم نداری. وقتی خدا کنارته، انگار که تو غم نداری، همه دنیا با هاته، چیزی دیگه کم نداری. خب بینندگان عزیز، برگشتیم. امیدوارم که شما هم از این میوزیک ویدیوها لذت برده باشید. خب من میدونم همه شما داستان آدم و حوا رو میدونید و میدونید که چه اتفاقی افتاد براشون وقتی که از باغ عدن خداوند اونها رو بیرون کرد، به خاطر دروغی که شیطان به حوا گفت و حوا اون دروغ رو باور کرد و چون باور کرد اون باورش به بی‌اطاعتی کشید و به همین سبب باعث شد که از باغ عدن خداوند اونها رو بیرون کنه و متاسفانه این کار باعث شد به منجر شد به مرگ اونها. حالا من یه سوال ازتون دارم، اگه واقعا قرار بود که از حوا یه سوال کنن و بگن تو چه آرزویی داری، شما فکر میکنین اون آرزوش چی بود؟ من اگه جای حوا بودم آرزوم این بود که هر چه زودتر برگردم به اون قبل از اون که شیطان اومد و منو گول زد و اون دروغ رو به من گفت و میخوام برگردم به اون موقع و چیکار کنم، تو باغ عدن باقی بمونم تا ابد. ولی خب متاسفانه این شرط رو، این امتیاز رو حوا نداشت و باعث شد که از باغ عدن بیرون بیان و بیان و این مسائلی که روی زمین اتفاق افتاد رو تجربه کنن. اما من فکر کردم که ما خانم ها گاهی شبیه حوا عمل میکنیم، به این شکل یه دروغ هایی به ما میگن که یک دونه لباس حقیقت تنش کرده ولی در واقع دروغه و ما اونها رو باور میکنیم. متاسفانه بسیاری از خانم ها این کار رو میکنن و این دروغ ها رو باور میکنن. پس امروز برنامه ما در این مورد خواهد بود که دروغ هایی که ما خانم ها باور میکنیم و این دروغ ها حقیقت نداره. البته من روی فیسبوک هم نگاه میکردم، یه چیز خیلی جالبی بهش برخوردم که راجع به همین دروغ حقیقت، دوست داشتم اینو با شما در میون بذارم. میگن روزی دروغ به حقیقت گفت میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند، حقیقت لباسهایش را درآورد که بره شنا کنه. دروغ هیله‌گر لباسهای او را پوشید و فرار کرد. از آن روز همیشه حقیقت عریان و تلخه، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان میشه و متاسفانه ما رو گول میزنه. حالا امروز میخوایم در همین مورد عزیزان صحبت کنیم، در مورد دروغ هایی که به ما گفته میشه و ما اونها رو باور میکنیم و بر اصل باورمون به اونا عمل میکنیم. این موضوع امروز ماست که با بلونای عزیز و مهمونای عزیز میخوایم در موردش صحبت کنیم. مطلب خیلی جالبی رو اشاره کردین افی جان، در رابطه با اینکه آدم و حوا، که حوا این دروغ رو باور میکنه. واقعا همه ای ما تو زندگیمون اشتباهاتی رو که کردیم، اگه از ما هم بپرسن که بخوایم برگردیم به گذشته، مطمئنا خیلی دلمون میخواست که برگردیم و اشتباهاتمون رو درست کنیم. ولی خبر خوش اینه که مسیح نگاه میکنه به الان ما و به آینده و خداوند میگه چیزهای اولین رو به یاد نیار، چون که من از این به بعد میخوام زندگی تو رو مبارک بسازم و برکت بدم. همونطور که فی عزیز گفت، امروز درباره دروغایی که ما خانم ها باور میکنیم در زندگیمون میخوایم صحبت کنیم. ولی قبل از اون مهمانان عزیز برنامه رو میخوام به شما معرفی بکنیم. هرمینه عزیز که من از طریق کلیسا سالهایشون رو میشناسم، ایمان خالصانه به خداوند و وفاداری و به ایمان و خدمتش در کلیسا و به خدمتش در خانوادش واقعا قابل تحسینه. و راشل دوست بسیار خوبم، همکلاسی خیلی خوبم، که ما در ایران سالها همکلاس بودیم و کلی هم معلمامون رو اذیت میکردیم. ولی امروز میخوام خودشون رو معرفی کنم با شما بینندگان عزیز. سلام علیکی داشته باشن. هرمینه جان شما اول بفرمایید. سلام به بینندگان عزیز، من هرمینه هستم. همینطوری که
ولونای عزیز گفتن و امیدوارم بتونیم در خدمت شما باشیم امروز. آمین. راشل جان، منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و شما، و خیلی خوشحالم که امروز با شما یه وقتی رو قراره که بگذرونم. ما خیلی خوشحالیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم درباره دروغا صحبت بکنیم. داشتم فکر میکردم، مطلب جالبی رو اشاره کردی افی جان، داشتم فکر میکردم که این دروغا واقعا از کجا، منشأش کجاست و از کجا منبعش واقعا چیه که ما به خصوص ما مسیحی‌ها دروغایی رو تو زندگیمون باور میکنیم. داشتم آیه از کلام خدا میخوندم که میگه ابلیس از اول در راستی ثابت نبود، از آن جهت که در او راستی نیست، هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان هست. خیلی موقع واقعا در زندگی ما ایمانداران ما دروغهایی رو که شیطان در ذهن ما میاره باور میکنیم و وعده های خدا رو و اون وعده های عظیم خدا رو از یاد میبریم، اون چیزایی که خدا به ما وعده میده که من بهترین رو برای تو میخوام، من آینده تو رو میخوام درخشان بکنم، من برای خیریت تو دارم کار میکنم، هرچند که الان شاید در پستی و بلندی باشی. پس امروز ما چند تا دروغ رو که ما خانوم ها بیشتر بررسی میکنیم، بیشتر بهش فکر میکنیم، بررسی میکنیم. ولی قبل از اینکه دروغ‌ها رو بگیم، می‌خواستم درباره این صحبت کنیم که چرا ما خانم‌ها بیشتر این دروغ‌ها رو باور می‌کنیم؟ چرا ما خانم‌ها همش این فکرای منفی در ذهن ما میاد که تو اینجوری هستی، تو خوب نیستی، تو اعتماد نداری، تو خوشگل نیستی؟ و ما خانم‌ها بیشتر با این دروغ‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. همش زیر سر حواست. من موافقم. با اون شروع شد دیگه، اولین دروغ رو اون باور کرد و باعث شد که همه ما هم تو همون زمره بریم، تو همین زمینه این دروغا رو باور کنیم. شاید به خاطر اینکه ما خانم ها زود باورتر هستیم، شاید به خاطر اینکه قلب های حساس تری داریم، چون اون قلب مادری و به اصطلاح همکاری بودن آدم رو وقتی خداوند ساخت گفت حوا رو ساخت به عنوان همراه و همکار، شاید به اون دلیل یک قسمتی از وجود ماست. درسته. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم کاملا موافقم، همون قضیه احساسه که ما خانوما خیلی بیشتر احساساتی تر هستیم نسبت به آقایون، و هر چیزی که میشنویم خیلی سریع باورش میکنیم و خیلی بهش در واقع تأثیر میذاره و خیلی بهش اعتنا میکنیم، حالا چه دروغ باشه چه حقیقت، سریع میگیریمش. همینطور هم هست، چون خانوما خیلی احساساتی هستن و زود باور هستن، اکثر خانوما زود باور هستن. من خودم تجربه کردم اینو، چون یه چند وقت پیش در ایمانم که داشتم رشد میکردم دعا میکردم که خدا با من حرف بزنه، یعنی اگه میخوام کاری هم انجام بدم، میخوام در یه چیزی رو خرید و فروشی، حتی هر چی، در کوچکترین کارم با من حرف بزنه. و یه روزی من دعا کردم که این با من صحبت کنه. من یه چند وقت دیگرش داشتم یه معامله کوچیکی، حالا هرچی که چیز، ولی یک معامله کوچیکی رو داشتم انجام میدادم که خداوند به من گفت که نه، این معامله رو نکن، استاپ. ولی من گفتم نه، این صدای خداوند نیست شاید، و اینقدر اون طرف با من قشنگ صحبت کرد، اینقدر ماهرانه صحبت کرد، من این دروغ رو باور کردم و این معامله رو از ضرر آنچنانی و این شاید به خاطر همین که خیلی به خاطر کمبود اعتماد به نفسمون نیست به نظر شما، چون که توی جامعه ما، توی فرهنگ ما، خیلی خانوم ها شاید مثلا در کشور ایران خیلی چی میگن سکند سیتیزن هستن، نمیدونم به فارسی چی میشه، آره یه جورایی مثلا دیگه تبعیضی بین اونها چون قائل شده، به خاطر همین ما یه خود احساس میکنیم نه، شاید من نمیتونم این کارو انجام بدم، شاید مثلا مرد زندگیم بهتر بتونه این کارو انجام بده. یه خود خودمون رو ناخودآگاه میکشیم کنار از خیلی از مسائل و این دروغا رو دیگه ناخودآگاه باور میکنیم. ولی یه اصلش همونه که واقعا در طول زمان آقایون خب بیشتر جلو بودن، تحصیلات بیشتر میکردن، خانم‌ها بیشتر تو خونه بودن و اون نداشتن اون تحصیلات، نداشتن اون مسائل، این بود که باعث میشد که زودتر باور کنن. ولی الانم به هر الان آقایون هم باور میکنن به نحوی، فقط آقایون انقدر محکم روش میزنن که آدم باورش میشه که این واقعا حقیقته. ولی هستش. حالا یکی از این دروغا رو که خیلی از خانوما باور میکنن
بریم سراغش. یکی از این دروغا میگن کار بیرون کردن موفق تر از خونه داری و بچه داریه. اینا رو خیلی از خانوما باور دارن که من حتما باید برم دنبال کار بیرون، حتما باید بیرون برم تا ثابت کنم که کسی هستم و بچه داری و خونه داری ارزشی نداره. راجع به این چی فکر میکنی؟ من خودم شخصا فکر میکنم اتفاقا یه مثال بزنم، من با عروسم صحبت میکردم در این مورد و اینا صاحب بچه شدن، عروسم معلمه مدرسه میره درس میده و با پسرم صاحب بچه شدن، بعد به من گفتن مامان تو میتونی بچه ما رو نگه داری که من به کار بیرونم ادامه بدم. من گفتم که من که عاشق نوامم، چرا که نه، ولی فقط یه اشکال پیش میاد. بعد از یک سال بچت به من میگه مامان، دیگه به تو نمیگه مامان چون تو رو نمیبینه. شما اگر بتونین انتظاراتتون رو یه خود کم کنین، یه خود از اون چیزهایی که در فکرتونه، مخارجتون اینا، قشنگ بیارید پایین و اونو محاسبه کنین، خیلی راحت تو به عنوان مادر میتونی تو خونه بشینی و بچت رو بزرگ کنی، چون این بهترین کاره به نظر من برای یک زن وقتی که تصمیم میگیره مادر بشه و بشینی تو خونه و این کارو بکنید. باهاشون که صحبت کردم دیدن خیلی منطقی، مقدار مخارجشون رو نشستن حساب کتاب کردن، دیدم بله خیلی خوبه که الان عروس من 3 ساله توی خونه است، بچه دومم آورده و خودش داره قشنگ بچه‌ها، یعنی یه جایی فهمید که داشتن اون شخصیت، داشتن اون اتکا به نفس، داشتن اینها مسئلهش با کار بیرون نیست، مسئلهش با منه و اون رو ادامه دادن. من فکر میکنم که هر زنی باید خودش تصمیم بگیره که چی برای زندگی خودش خوب و مفیده. به خاطر اینکه بعد در نظر بگیره موقعیت همسرش رو، وضعیت مالیشون رو، موقعیت فرزندانش رو. خیلی موقع ها ما خانم ها خودمون رو مقایسه میکنیم با خانم های دیگه. مثلا او من کار نمی کنم ولی فلان خانم کار میکنه. به محض اینکه خانم ها به هم دیگه میرسیم، از هم دیگه درباره این چیزا سوال میکنیم. کجا کار میکنی؟ تا کجا درس خوندی؟ چه مدرک؟ مدام همدیگر رو داریم با دیگران مقایسه میکنیم. در صورتی که اگه خانمی داره کار میکنه بیرون از منزل، خدا رو شکر امسال 31 واقعا از خانمی داره سخن میگه که واقعا شاغل هست ولی به اعضای خانوادهش هم میرسه. ولی خیلی از خانوم ها عزیزان نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن، حالا به هر دلیلی، حالا به هر دلیلی، شاید واقعا باید وقت زیادی بذارن برای بچه ها، برای همسرشون، شاید موقعیت مالیشون خوبه، احتیاجی به کار کردن این عزیزان نیست، شاید تحصیلاتشون در یک حدی نیست که مثلا بیرون برن کار کنن. ولی بعد در نظر داشته باشیم که حتی اگر جامعه و اطرافیان اونها رو خانم های شاغل نمیدونن، ولی من به نظر من، این نظر شخصی منه، این خانم ها شاغل هستن به خاطر اینکه کاری که در منزل این خانم ها انجام میدن بسیار بسیار مهمه و در کلام خدا اگر نگاه بکنیم خدا اهمیت بسیار زیادی به کار خانم ها در منزل میده. میگه تو همسرت باش، نیازهای همسرت رو برآورده کن، تو مادر فرزندانت باش و اهمیت بسیار زیادی خداوند در کلامش به خانواده میده، به وجود زن در خانواده. بنابراین من فکر میکنم که باید خود زن بشینه و با خودش صحبت کنه و ببینه که کدوم برای زندگی خودش بهتره. آیا من باید کار کنم بیرون؟ وضعیت فرزندم، وضعیت شوهرم چجوری قضیه؟ آیا باید در منزل باشم؟ به شب خانواده برسم؟ و این نظر شخصی منه. عزیزان چی فکر میکنن راجع به این دروغ؟ من پیرو همون چیزایی که شما گفتین کاملا موافقم، به خاطر اینکه توی امثال خیلی تاکید میکنه که زن حکیم خانه خود رو بنا میکنه. سو من فکر میکنم که یه زن خیلی نقش خیلی مهمی تو تربیت بچه هاش و بزرگ کردن بچه هاش و اینکه چه بچه هایی تحویل جامعه بدر رو داره. من فکر میکنم خیلی، یعنی اصلا هیچ مشکلی نداره اگه یه خانم فقط تو خونه باشه و کار بیرون رو انجام نده. کاملا. ولی من فکر میکنم که سخت‌ترین کار همینه، چون باید بچه ها رو درست تربیت کنی، بتونی خدا به کلیسا ببرین، همه اینا خب خودش چیزه. بعد سخت‌ترین کار خانه‌داری، همه این کارهای خانه خیلی، بعضیا میگم مثلا خیلی ریزه، خیلی این کوچیکه، حالا چیکار کردی فلان، حالا یه غذا پختنه، حالا یه، ولی نه خیلی ریزه ریزه ریزه، یک عالمه کار و تربیت بچه از همه مهمتر.
در زندگی آدمه، چون بچه ها تربیت میکنه، خوب در جامعه خوبی میشه. یعنی واقعا هدف اینه که به خانمای خونه دار عزیزی که دارن بچه ها رو بزرگ میکنن بگیم شما دارین کار عظیمی انجام میدین. من یاد پیدایش 3:20 میفتم، میگه آدم زن خود را حوا نامید. حوا یعنی زندگی. چرا؟ چون اون میبایست مادر همه زندگان باشد. این چه مقامی داره یک زن؟ واقعا من وقتی اینو همیشه میخونم قشنگ اعتماد به نفسم میاد سر جاش و شروع میکنم واقعا باید اون زنی که داره و اگر یک زن در خونه اون کارش رو، کار زن اونه که تربیت اون بچه هست، درست عمل نکنه، از همون خونه جامعه به وجود میاد و تو جامعه هیچ چیز خوبی به دست نمیاد. بنابراین چقدر خوبه که ما به عنوان زنان بچه ها رو قشنگ تربیت کنیم در خونه، که حتی اینا وقتی که میان تو جامعه ما یه جامعه سالم و خوب و درستی داشته باشیم. این خیلی کار بزرگیه. من فکر میکنم این بهتر از گیته که داره همه هم پول در میاره. واقعا کار زنها خیلی سخت. و حالا اگر واقعا احتیاج مالی هست، چقدر خوبه که یه کار نیمه وقت آدم داشته باشه. خیلی کارا هست که تو خونه میشه انجام داد، این کارام هست، ولی فقط به این اتکا نکنین که چون شما کار بیرون نمی کنین بنابراین چون کار بیرون ندارین شما مورد استفاده نیستین، شما فایده ای ندارین یا ارزشی ندارین. بله. اونو باید بیشتر در نظر بگیریم و باید به یاد بیاریم که واقعا ارزشمون رو ما از کی میگیریم. هرمینه گفتش که بعضیا میگن که بابا حالا تو که کاری نمیکنی، حالا یه غذا میپزی، یه حالا جارو میکنی، حالا بچه رو مثلا بردی مدرسه. ولی خیلی جالبه، بعضیا اینو میگن و من فکر میکنم که خانمایی که این دروغ رو باور میکنن گوششون به حرف اون بعضیا هست. گوششون منتظره ببینه که اشخاص اطرافیان، فامیل، دوست و آشنا درباره اونها دارن چی میگن. مثلا آیا درباره اونها دارن میگن که او تو که خونه ای، تو که شغلی نداری، نمیدونی ما چی میکشیم، ما بیرون کار میکنیم. ببینید به حرفای اونها وقتی که گوشت شنواست و به اونها دقت میکنی دیگه از یاد میبری اون ارزش والایی رو که کار تو در منزل داره. کار تو در منزل ارزشش بسیار بالاست، به خاطر اینکه واقعا این چیزی، اگه میگم بازم برگردیم به کلام خدا، خدا به این کار واقعا ارزش میده که واقعا تو داری یک خانواده رو براش مهیا میکنی، همه چی رو برای خانوادت مهیا میکنی. من واقعا شاید قبلا نمیدونستم کار خونه چقدر سخته تا این سالهای این سالهای اخیر که مادرم دیگه واقعا گفت بنا کمک کن، اصلا کمک نمی کنی. میدونی چی میخوام بگم؟ من حالا هی خب واقعا سرم شلوغ بود، نمیخوام چیز کنم، ولی بهانه هی میآوردم ماما درس دارم، ما بعد آماده بشم، امتحان دارم، سر کار بعد برم، این کار بعد بکنم. ولی دیگه مامانم واقعا گفت بعد کمک کنی، چون در آینده اگه بخوای ازدواجم بکنی من بهت احتیاج دارم، بعد این چیزا رو یاد بگیری، کمک منم باشی، زندگی تو بتونی بنا کنی. من شروع کردم کمک کردم به مامانم، دیدم اصلا واقعا دیدم چقدر کار سخته. یه روز واقعا، حالا وقت برنامه رو دارم میگیرم، میخوایم دروغای بعدی هم بگیم، ولی یه روز گفت مامانم همه بعد میرفتن بیرون، فقط من خونه بودم، شنبه بود، مامان گفت برونا یه خورشت کوفته درست کن. حالا دیگه من از شبش از مامان همه اون رسیپیشو گرفتم، خب اول چی بریزم بعد چی بریزم. منم خیلی اینجوریم، بعد به من چیز بدی، دستور عملو بدی که اول این کارو بکن، بعد اینو بریز، بعد این قدم بریز، مقدارش هم بعد به من بگی. من باور کنین اگه دروغ بگم 3 ساعت من فقط تو آشپزخونه بودم، به زور این کوفته ها رو داشتم به زور درست میکنم. گفتم مامان واقعا خدا برکتت بده، هر وقت ما میایم خونه غذا حاضره، خونه تمیزه، همه چی مرتبه. و تازه میفهمی وقتی که خودت شروع میکنی کمکن، تازه میفهمی ماما واقعا تو شاغلی، تو واقعا شاغلی، درسته بیرون کار نمیکنی ولی تو خیلی داری ما رو خدمت میکنی. آخه شاغل یعنی کسی که مشغوله. مامانا واقعا مشغولن از صبح تا شب. من فکر میکنم وظیفه ماست خانم ها که به هم دیگه این اهمیت و ارزش رو بدیم. شما وقتی توی مهمونی میرید، صحبت که میشه توی مهمونی،
چی میشه صحبت؟ او خانم فلانی در فلانجا کار میکنه، خانم فلانی در فلانجا کار میکنه، و اون خانمی که هیچ کار نمیکنه خودش رو کم کم رفته رفته کوچیک میبینه. ولی وقتی که ما ارزش بدیم به مقام مادر یا به مقام اون خانمی که خونه داره، اون ما کمک کردیم که اون ارزش رو نشون بدیم. درست. و به همین شکل نشون میدیم که آقایون یه جایی میگن تو که بیرون کار نمیکنی، تو که کار نمیکنی، تو که درآمدی نداری، متوجه نیستن که تمام این فشار روی درست. این خانوماست و دارن این عمل رو انجام میدن. بنابراین ما خودمون باید به خودمون ارزش بدیم و به اون کار زیبا و مقام والای مادری و همسری و خانه‌داری. این صحبت خاصی در مورد دروغ نه، ولی جالبه چون که خیلی جالبه، چون که وقتی هم که تشویق نمیشیم تو این قسمت، واقعا وقتی که من مثلا مادر خودمو مثال میزنم، وقتی که اونو تشویق نمیکنم، مثلا ازش تشکر نکنم، مامان واقعا خیلی زحمت میکشی، بعد دیگه اون انگیزش رو از دست میده برای حتی اون کار مهمی که تو خونه میکنه. دیگه احساس میکنه که من واقعا هیچ کاری نمیکنم، من هیچی نیستم. بلوناس که واقعا میره بیرون داره کار میکنه، ارزش بلونا از من بالاتره، چون که من فقط خونه هم دارم، فقط غذا میپزم، دارم فقط خونه رو جارو میکنم، گردگیری میکنم. در صورتی که وقتی که شخصی هم که بیرون کار میکنه میاد، حالا میتونه دختر شخص باشه، میتونه شوهر شخص باشه، میتونه اطرافیان و دوست آشنا باشه، وقتی که این عزیزان میاد و با این خانم تشویقش میکنن و واقعا متوجه میشن که چه زحمت عظیمی داره میکشه، دیگه اون خانم شاید اون دروغ رو اونجوری باور نمیکنه. اگرم اطرافیان نکنن، من به شما خانمای عزیز توصیه میکنم به یاد بیارید ارزش خودتون رو در خداوند، وعده هایی که خداوند به شما میده. همطور که افی عزیز خون گفت، خداوند هوا رو آفرید که معاونه آدم باشه. پس بیاد بیاریم که ما میتونیم معاون باشیم، کمک کننده هستیم، مشورت دهنده میتونیم باشیم و خیلی چیزای عالی دیگه. آمین. پس به این نتیجه رسیدیم که مقام مادری و خانه‌داری هیچ کمی از مشاغل بیرون نداره، ارزش دارید خانوما، کارتون عالیه، کارتون حتی بالاتر از اونیه که فکر میکنید. بنابراین هیچ جایی نداره که احساس کمی بکنیم، بی ارزشی بکنیم، برای اینکه فقط تو خونه ایم و خونه داری و مادری میکنیم که بهترین کاره. من گاهی میخوام از زیر اون در خیلی سخته. از این به بعد ماهیانه به من پول بدین، چون از همه تون بیشتر دارم کار میکنم. بعد دیدم آره بیچاره، نمیدونم لباسشویی همه با اونه، غذا پختن با اونه، جارو کردن، تمیز کردن. دو روز پیش بهت زنگ زدم گفتم راشه کجای چیکار، گفتی بلونا دارم میرم خرید، بعد برم خرید برای خونه. گفتم وای کلا راشه تو خریدم میری، من تازه شروع کردم خرید رفتن. خلاصه گفتم آره مامانشو دیگه باید کمک کنه. مامانا دیگه صداشون در میاد، آره سر دخترای مثلا دیگه دختراشون بزرگ میشن و اینا، دیگه صداشون در میاد کمک کنین، خرید کنین، هیچ کاری نمیکنین. بابا کن، من سر پسرم هم همینطوره. از خونه که میرم بیرون میبینم توی ظرفشویی ظرفه، میگم ماما من میرم سر کار برمیگردم، ظرفا رو تو باید شسته باشی. یعنی باید یه کار، من خیلی بدم تو این کار. مثلا غذا میخورم، مثلا دوستم دارم جلوی تلویزیون غذا بخورم، اصلا دوست ندارم بشینم مثلا حالا رو میز، دوستم بشینم پای تلویزیون اینجوری غذام قشنگ یواش، بعد کانالا رو عوض کنم، بعد ظرف دیگه تمش میمونه اونجا. مامانم میگه بلونا اینجا خدمتکار، تو هتل زندگی نمی‌کنی، خدمتکار نداری، جمع کن ببر بشور ظرفتو. خلاصه دیگه دارم خودم رو عادت میدم که این کارو انجام بدم، که اون مقام زیبای مادری، همسری و خانه‌داری رو هم تجربه کنی. خدا رو شکر. بریم سراغ یه دروغ دیگه ای که خانوما باور میکنن. چی فکر میکنی؟ موافقم. یه دروغ دیگه که خیلی 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 من از عزیزان شنیدم و خیلی ماهرانه حقیقتیه که منحرف شده، اونم اینه که من باید ازدواج کنم تا خوشبخت بشم. آخ آخ آخ. دست گذاشتم روی دل بلوان. آخ آخ آخ. اصلا این دروغ زندگی منو واقعا مختل کرده بود. این واقعا یه دروغیه که من سالها اونو باور کردم که من باید ازدواج کنم، یه کسی رو پیدا کنم که خوشبخت بشم. حالا مسئله اینه که این از کجا واقعا میاد؟ به خاطر اینکه اطرافیان، دوستا و همش تقصیر اطرافیانه، چرا همش تقصیر اطرافیان جامعه است و نه تقصیر ما نیست. نه، یه قسمتش هم تقصیر خود ما هست، ولی
که این دروغا رو باور میکنیم، اجازه میدیم که حرف اطرافیان بر روی ما تاثیر بذاره و واقعا اون چیزی رو، اون مقامی رو که در خداوند داریم از یاد میبریم. ولی جالبه، مثلا من توجه میکردم هر کسی که با من سلام علیک میکرد، حالا دوست آشنا، میگفتن که به امید خدا خوشبخت بشی، ازدواج کنی خوشبخت بشی. وقتی که اطرافیان اینو به من میگفتن، من ناخودآگاه این پیغامو میگرفتم که خب پس من الان که مجردم خوشبخت نیستم، یا خوشبخت نمیتونم باشم، شاد نمیتونم باشم، چون که من باید ازدواج کنم که خوشبخت باشم. شادی من به همسر من بستگی داره، به بودن با اون شخص بستگی داره. و واقعا سالها با این مسئله کلنجار میرفتم تا اینکه دعا کردم، چون واقعا منو اذیت میکرد، به یه جایی میرسون که من واقعا افسرده میشدم دیگه. و دعا کردم، گفتم خداوندا فیض بده و این طرز فکر رو از من بردار، و چون که من مقام والایی در تو دارم و من میتونم از این وقتی که دارم از هر ثانیهش استفاده کنم، چون که به نظر من یک انتخاب هست که تو هر روز میکنی که بتونی شاد باشی. امروز من هستم که انتخاب میکنم شاد باشم. یه سرود زیبایی میگه این است روزی که خداوند ساخت، در اون شادی بکنیم، شادی نماییم در این روزهایی که خدا ساخته. درسته که مجردم، همسری ندارم، ولی این روزیه که هدیه است از جانب خدا به من، به من داده شده، من باید در اون شادی بکنم. ولی این قوت رو نداشتم، حرفای دیگران رو تاثیر میذاشت، نمش فکر میکنم من با کی ازدواج میکنم، چی میشه، چه اتفاق میفته. و یه مشکل دیگه هم که اینجا هست برای ما جوونا، به خصوص ما دخترها، اینه که تمام وقتمون رو، فکرمون رو میذاریم روی اینکه شخص زندگیم کیه، بعد به استقلال شخصیمون نمیرسیم، به و استقلال مالی نمیرسیم، به آماده شدن از لحاظ روحی، روانی، احساسی اصلا نمیرسیم، به تحصیلاتمون اصلا تاثیر منفی میذاره روی تحصیلات ما، روی نمرات ما، اصلا وقت نمیدیم به اینکه آماده بشیم. فقط وقتمون رو تلف میکنیم، فکر میکنیم که من با کی ازدواج میکنم، در صورتی که کلام خدا میگه در وقتش من تعجیل میکنم برای تو. ولی برای هر چیزی در زیر این آسمان وقتیست. پس این وقت مجردی رو اگه من به تو بخشیدم، ازش استفاده کن، ازش لذت ببر، در حضور من شادی کن، از تمام استعدادها، برکات و عطاهایی که به تو دادم به نحو احسن استفاده کن. من در وقتش اون شخص رو به تو میدم، این هدیه دیگر هم به تو میدم. من فکر میکنم اشکال مسئله اینه که ما منتظریم که یک کسی بیاد ما رو خوشبخت کنه. یعنی من منتظر یک کسی هم که منو خوشبخت کنه. چطوره اصلا ببینیم خوشبختی چیه، خوشبخت کیه؟ چون اینطور به نظر میاد که یکی باید اینو بیاد و به ما بده، اون خوشبختی رو تقدیم ما کنه. و اینطور که معلومه، و من خیلی شنیدم، چه صحبتی رو که بولانا جان کرد، خیلی شنیدم که ازدواج منو خوشبخت میکنه و اصلا متوجه اون مسئله، اون فردی که این حرف رو میزنه اصلا نمیدونه خوشبختی یعنی چی. حالا من فکر کنم شاید یه خورده راجع به خوشبختی حرف بزنیم که چی هست اصلا. من اتفاقا یه نفر به من برگشت گفت که خیلی برای من خیلی مهم بود که زود ازدواج کنم. گفتم چرا؟ گفت چون وقت تا وقتی که ازدواج نکردی باید تحت نظر پدر مادر باشی، تحت اختیارشون هستی، وقتی که ازدواج میکنی آزادی. گفتم این از کجا؟ گفت آره واقعا. گفت الان من از موقعی که ازدواج کردم آزادم. یعنی چجوری آزاده؟ گفتم چطوری آزاده؟ گفت خب وقتی که خونه پدر مادرم بودم، میخواستم برم بیرون، میخواستم برم یه جایی، باید به پدر مادرم میگفتم، ولی الان نه، به شوهرم نمیگم. گفتم از خیلی خب این چون از اول چون در فرهنگ ما بوده که همینجوری که شما گفتین که ازدواج نکنین خوشبخت نیستین، ایشالله خوشبخت بشی یعنی چی ازدواج کنی خوشبخت، اینو چون تو ذهنامون همینجور بزرگ میشه، میدونی وقتی بزرگ میشه خب یه چیزایی که خیلی اصلا به قول شما که باید
از اون لحظات استفاده مثبت انجام بدیم، استفاده های منفی انجام میدیم و فکر کنیم که ازدواج کنیم خیلی خیلی خوشبختیم. در واقع وقتی که ازدواج میکنه انسان، باید طبق همون کتاب مقدس که گفته یکی میشن زن و شوهر، پس حرفاشون باید یکی باشه، میخوان هر کاری که میخوان انجام بدن باید با هم دیگه باشه، نباید جدا از هم دیگه باشه. ولی این شخص خیلی جالب، خیلی جدا کرد، خیلی مثال جالبی. من ازدواج آزادم دیگه. آره آقا واقعا همینجوری آزاد. آقا تو از کجا آزادی؟ گفتم اتفاقا من برعکسم. گفت که چی؟ بعد گفتم نشوخی میکنم، ولی ازدواج این نیست. تو کتاب مقدس اومده که ازدواج زن و شوهر یکی میشن، دیگه دو نفر نیست، یکی میشن و تمام مسائل همینجور میشه. بله. نمیشه که خلاصه بعضی ها فکرشونه دیگه، طرز فکرها فرق میکنه. و به نظر منم فکر میکنم خوشبختی رو، یعنی من به عنوان یک ایماندار اگه الان خوشبختی رو ندارم، پس ازدواجم بکنم فکر نکنم یه خوشبختی اون شخص بیاد به من بده. واقعا اون صمیمیتی که با خدا اگه تو زندگی تک تک ماها باشه، فکر میکنم اون وقته که ما اون خوشبختی واقعی رو بهش میرسیم. من فکر میکنم اشکال کار اینه که ما خوشبختی رو آوردیم توی یک حاله از رمز و راز و لوازم و شرایط و اصول و قوانین قایم کردیم، پیچوندیمش توی اون. ولی خوشبختی واقعا اون نیست. خوشبختی از نظر من کسی که خوشبخته کسیه که داره در حالی که داره زندگی میکنه، تو زندگیش داره به سرعت جلو میره، رشد میکنه، نواف میکنه و تو این زندگی یک هدف داره و برای اون هدف یک دید باز داره، یعنی دید داره برای زندگیش، هدف داره و تو این هدف چیکار میکنه؟ با مهربونی، با بنا کردن، با کمک به دیگران، همه اینا رو انجام میده. این در حالی که آرامش هم داره، این آدم خوشبخته. یعنی هیچ چیز رمز و رازی نیست که بگیم آه این آقا ار راه میرسه منو خوشبخت میکنه با اسب سفید. این نیست. خوشبختی اینه که شما به سرعت تو زندگی جلو برید، به سرعت دنبال هدفتون برید، اون دیدو داشته باشید، بعد از اینکه اون دیدو داشتید در عمل، در از ابزار استفاده کنه، از مهربانی، در بنا کردن، بعد در حینی که همه این کارا رو دارین میکنین و با این سرعت جلو میرید، آرامش کامل هم داشته باشید. این اسمش خوشبختیه. خیلی زیبا اشاره کردین راشل هم که گفت واقعا اگه ما در مسیح هستیم، در مسیح باید شادمان باشیم. اگه واقعا فکر میکنیم که با ازدواج شادمان میشیم، پس شادی ما در مسیح نیست، منتظر اون شخص هستیم. کلام خدا آیه خیلی زیبایی میگه، میگه خوشا به حال قومی که آواز شادمانی را میدانند، خوشا به حال اون قومی که میدونن برای چی شادن و دارن شادی میکنن، اینها در نور روی توی خداوند خواهند خرامید، در حضور توی خداوند شادی خواهند کرد. یا میگه تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند میگه ملاقات میکنی. شادی ما زمانی ایجاد میشه و سرچشمش از بودن در حضور خدا و ملاقات با خداوند هست. داشتم فکر میکردم دختری که مثل خود من منتظر بودم که ازدواج کنم بعد شادمان باشم، من بعد از اینم ازدواج میکردم، چون که هنوز دید من، طرز فکر من عوض نشده بود، مسلما ازدواجم میکردم شادمان نمیشدم. چرا؟ به خاطر اینکه من هستم که باید طرز فکرم، دیدم و نگاهم رو به زندگی باید عوض کنم. چون که شخصی هم که باش ازدواج میکنم، اونم انسانه، یه روز ممکنه ناراحت بشه، یه روز پایینه، یه روز بالاست، یه روز مشکلات زندگی، شکستایی که تو زندگی کرده اونو شاید اذیت کنه. بنابراین به خاطر همینه که کلام خدا حتی میگه دو از یک بهترن. بنابراین من فکر میکنم هر دوی ما، چه همسر من، چه خود من، همسر آینده من، بعد در خداوند شادی خودم رو پیدا کنیم که وقتی که به همدیگه میرسیم این شادی کامل بشه. واقعا باز دوباره من میخوام خدا رو شکر کنم برای این فیسبوک. تو خیلی من وقتی که یه چیزای خیلی چیزای درستم توش نیست، ولی بعضی وقتا یه چیزای جالبی هست که بهش برمیخوریم. من اتفاقا راجع به همین خوشبختی داشتم نگاه میکردم، یک عزیزی این تیکر رو گذاشته بود رو فیسبوک، من خیلی لذت بردم، گفتم با شما هم این رو شریک باشیم با هم. میگه کودکی از خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافت؟ خدا گفت آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم
با خود فکر کرد، اون با خود فکر کرد، اون کودک فکر کرد، فکر کرد، گفت اگه خونه بزرگ داشتم بیگمان خوشبخت بودم، خدا به او داد. گفت اگه پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت‌ترین مردم دنیا بودم، خداوند به او داد. و این پسر هی اگر 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 هی میگفت و اینک خدا همه چیز رو بهش داد و همه چیز داشت، اما هنوز خوشبخت نبود. از خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم. خداوند گفت باز هم بخواه. گفت چه بخواهم؟ هر آنچه را که هست دارم. گفت بخواه که دوست بداری، بخواه که دیگران را کمک کنی، بخواه که هر چه داری با مردم قسمت کنی. و او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لبها می نشیند و در نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد. رو به آسمان کرد و گفت خدایا خوشبختی اینجاست، در نگاه و لبخند دیگران. به این سادگی خوشبختی رو دریافت. اونقدر راز و رمز نداشت، در نگاه و لبخند و عشق به دیگران خوشبختی رو پیدا کرد. اینقدر پیچیده نکردش. خب عزیزان بیننده، امیدوار هستیم که تا این لحظه برنامه مطالبی رو که با هم دیگه بحث کردیم استفاده کرده باشید و مفید بوده باشه برای شما. موافقید یک استراحت کوتاهی بکنیم، بریم یک موزیک ویدیو ببینیم، برگردیم باز هم به بحث خودمون ادامه میدیم. کانالا رو عوض نکنید، هیچ جایی نرید، همینجا بمونید. برنامه زن امروز با شما، تا انتهای برنامه با ما باشید. برمیگردیم. ستاره صبح سفید همی، تو شکوه و جلال سماع منی. خدایی که گفت نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما چون خورشید. نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی بدرخشد از ما. معرفت جلال خدا در چهره عیسی بدرخشد از ما.
خب عزیزان بیننده برگشتیم. قبل از اینکه ادامه بدیم به دروغ‌هایی که راجبش داریم صحبت می‌کنیم، می‌خوام بگم که خط‌های تلفن‌های ما بازه عزیزان. دوست داریم که تجربیات شما را، اگر چیزی دارید، اگر نصیحتی دارید، دوست داریم بشنویم. پس برید پای تلفن‌ها و تلفن بزنید و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید. خب دروغ بعدی که ما خانم‌ها مخصوصاً، به خصوص وقتی که من فکر کنم وقتی که به مسیح ایمان میاریم و بعد میگیم خداوند پدرمون هستش، خیلی باور داریم که واقعا خداوند جای پدر ماست و مثل پدر دوستش داریم و ازش محبت میخوایم. یه دروغ بزرگی که باز هم یک لباس حقیقت به تنش کردن و به خورده ما دادن اینه که خدا درست مثل پدرمه و خوب نیست، محبت نداره. راجع به این چی فکر میکنین عزیزان؟ راستش من فکر میکنم تو این زمانها ما پدر جسمانیمون رو داریم با پدر آسمانی و روحانی مقایسه میکنیم و شناخت آنچنانی نسبت به خصوصیات خداوند نداریم، خصوصیات خداوند که پر از عشق و محبته. و من فکر میکنم اولین قدمی که کسایی که این دروغ رو باور میکنیم، اولین قدمی که باید برداریم اینه که ببخشیم پدر جسمانیمون رو، پدر جسمانیمون رو به خاطر تجاوزهایی که شاید به ما کرده، رفتارهای اشتباهی که با ما کرده. قدم اول من فکر میکنم بخششه و اون از اون خشم و عصبانیتی که نسبت به پدر جسمانیمون داریم آزاد بشیم و بتونیم اون رو ببخشیم و بعد از خدا بخوایم که خودش رو به ما بشناسونه، محبت و عشق خودش رو به ما بشناسونه و به ما نشون بده که شخصیت واقعی خداوند چیه. چون کلام خدا مسلما خدا رو اینجوری معرفی میکنه که خداوند خدای محبت، خدای عشق، و توی کتاب مقدس برای محبت خیلی بیشتر تاکید شده. ولی جای تأسفه که در فرهنگ ما، حتی خیلی موقع در مسیحیت، زمانی که حتی ما مسیحیان شاید بشارت میدیم، اشخاص رو میخوایم با مسیح آشنا بکنیم، بیشتر به گناهان تاکید میکنیم، بیشتر به اشتباهات یک شخص تاکید میکنیم و بنابراین اشخاص ناخودآگاه وقتی کلمه خدا میاد، وقتی کلمه ایمان آوردن به مسیح میاد، ناخودآگاه با خدا یک شخصیت سختگیر میسازن، فکر میکنن یک خدا سختگیره، منو به خاطر گناهانم تنبیه میکنه، من محکوم هستم، من هلاک میشم. و حتی خیلی موقع‌ها ما این پیغام رو به عزیزان میدیم. من فکر میکنم به جای اینکه بیشتر تاکید کنیم روی اینکه ما محکومیم به خاطر گناهانمون، ما بدیم، ما اینیم، ما اونیم، بیشتر فکر میکنم روی عشق و محبت خدا اگه سعی کنیم تاکید بکنیم، این عزیزان خیلی کمتر این دروغ رو باور خواهند کرد. بیشتر روی محبت خدا که خدا ما رو دوست داره، چون که خود خدا کسایی رو که ازش دور بودن و گناهکار بودن محکوم نمیکرد. خدا حتی ما انسان ها رو میخونه، شما همکاران من هستید، شما دوستان من هستید. بنابراین همکار یعنی چی عزیزان؟ یعنی تو خدایی که در مقام والای خودش داره سلطنت میکنه، میگه تو همکار منی. یعنی همکار یعنی چی؟ اگه به زبون عامیانه بگیم، بین ما انسان همکاری کسی که نه از من بالاست، نه از من پایینه، همسطح منه، همکار منه، دوست منه، با هم دیگه میشینیم گپ میزنیم. و خدا خودش رو اینجوری داره به ما معرفی میکنه. چقدر عالیه که ما هم وقتی که خدا رو داریم به دیگران معرفی میکنیم، یه همچین شخصیتی از خدا بسازیم، عشق و محبت خدا. کاملا باید موافقم، چون توی فرهنگ ما خدایی رو که به ما نشون دادن پیرمردیه که یک چوب دستشه و فقط منتظره من یه خطا بکنم یه دونه منو بزنه. بله. حالا اگه درست هم میکنم میزنه. اون خدا خدای محبت نیست 100%، و اون باعث میشه که مردم اینجوری احساس کنن که خب این پدر زمینی من اگه منو میزنه هیچ کاری نکرده، چون پدر آسمانی من داره همین کارو میکنه. و جالبش اینه که کلام خداوند چی میگه؟ عبرانیان 1:3 میگه اون به خاطر ما جونش رو داد. کدوم یکی از پدرای زمینی ما هستن پدرای، ولی واقعا خداوند عیسی مسیح جونش رو، یوحنا 3:16 میگه جونش رو برای ما داد. و اینقدر محبت، پس یه همچین شخصیتی نمیاد ما رو بکوبه، له کنه، تجاوز کنه، حتی با خشونت، حتی با حرفاش. پس یه همچین خدای محبتی هست، اونه که میخوایم صحبت کنیم. این که گفتین
تو تصویر ما راجع به خدا، تصویری که ما از خدا داریم یه خدایی که با چوب وایساده میخواد تک تک ما رو بزنه. تو فرهنگ ما ایرانی ها یه سری ضرب المثل ها هستش که من اصلا دوستشون ندارم. بعضیاشون مثلا چوب خدا دوا نداره، وقتی چوب خدا صدا نداره، وقتی بزنه دوا نداره. فکر نکنم خدایی که ما میشناسیم همچین خدایی باشه که بخواد ما رو بزنه با چوبش و وقتی زد دیگه هیچ نتونیم اون چوب رو از خودمون دور کنیم و جاشو نتونه خودش شفا بده. و خدایی که اینقدر مهربونه به خاطر ما فرزندش رو فرستاد بر روی صلیب که همه گناهان ما رو بپوشونه، پس با خدای زمینی خیلی قابل مقایسه، با پدر زمینی خیلی قابل مقایسه نخواهد بود. آمین. آمین. خیلی جالبه. باز دوباره یه هم این خدایی که صحبتش رو میکنیم، خدای محبت، چون محبت داره یک جای ما رو تأدیب میکنه. اما فرقش اینه، عبرانیان 12:10 رو اگه توجه کنه میگه پدران ما به صلاح دید خود در دوره کودکی ما رو تنبیه میکنن، تأدیب میکنن، اما تأدیب خدا پدر آسمانی برای خیر و صلاح ماست که چی بشیم؟ که مانند او پاک و مقدس باشیم. یعنی تأدیبی هم که میکنه در محبت به خاطر خیر و صلاح ماست. ما روی زمین پدر مادر وقتی تأدیب میکنن عصبانی هم میزنن و اون عصبانیت خودشون رو بنا به صلاح دید خودشون روی بچه ها پیاده میکنن، ولی این خداوند برای ماست، منافع ما رو در نظر داره که درست. چطور بشیم؟ پاک بشیم. منم اتفاقا چیز از بچگی که کوچیک بودم، با اینکه خدا رو نمیشناختم انقدر به این صورتی که الان میشناسم، ولی خیلی جالب بود، خدا رو به عنوان یه پدر همیشه میدیدم. احساس میکردم یه پدر مهربون، یه صورت تصویری رو از خدا برای خودم داشتم. وقتی که یه چیزی رو میخواستم دعا میکردم و میگفتم که پدر، ولی وقتی که خدا رو شناختم به این صورت و دیدم واقعا درست فکر کرده بودم از بچگی که خدا پدر واقعی و چقدر مهربان و کاملا. کلام خدا میگه، میگه تو نیکو هستی و نیکویی میکنی، در مزمور 119. در مزمور 136 هم میگه خداوند را هم گویید زیرا که او نیکوست، و میگه همه بخشندگی های نیکو میگه از بالا، از خدا و از پدر ما به ما عطا میشه. بنابراین و واقعا اون ما رو وارث خودش، آمین، شریک خودش، نمیدونم، خیلی بر ما اهمیت قائله. وقتی که متا 18:14 رو میخونیم میگه خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از دست برود و هلاک شود. آمین. حتی یکی هم نه. یعنی واقعا اینقدر عشق و محبت داره، چطور میتونه اون مثل پدر زمینی من باشه؟ پدر زمینی من تو نفسش خشمه، پدر من تو نفسش نفرته، و در وجود پدر آسمانی من فقط محبته. خدا رو شکر، خدا رو شکر که همچین پدری داریم. پس عزیزان، پدر آسمانی ما شبیه پدر زمینی ما نیست، اون پاک و مقدسه و میخواد ما هم شبیه او بشیم، پاک و مقدس. آمین. بلونا جان، بریم دروغ بعدی. خیلی موقع ها ما میگیم که من اینطوریم و عوض نمیشم، همینم که هستم. میخوای بخوان نمیخوای نه ولی این واقعا یه دروغیه که ما خانم ها باور میکنیم و احساس میکنیم که دیگه امیدی برای من نیست، من همین جوری که هستم، نمیتونم پیشرفت کنم، نمیتونم ترقی کنم، نمیتونم جلو برم تو زندگیم، و این دروغ رو باور میکنیم. یا شاید عادات خسته کننده دارم، زشت دارم، نمیخوام از اون عادات آزاد بشم، میگم من همینجوری میمونم، هیچ کس نمیتونه منو عوض کنه دیگه. بعد رو خودمونم تاثیر منفی میذاره، چون خیلی از اون چیزها رو نمیخوایم داشته باشیم. کاملا. حالا نظر شما چیه درباره این دروغ؟ و متاسفانه کاری هم که میکنیم برای اون کسی که هستیم 1000 تا 100 تا دلیل میاریم. بله. 100 تا دلیل میاریم و اون دلیلامون رو، یک دونه از این دلیلا رو ول کنیم، بریم دنبال یه راهی که این فکر رو عوض کنیم، متاسفانه اون طرف نمیری. دلیل پشت دلیل، من اینجوری هم عوض نمیشم، همینه که هستم، اصلا خدا منو اینجوری آفریده. بله. منو خدا اینجوری خلق کرده. واقعا تجربه های شما چی؟ من فکر میکنم خداوند همه ما رو زیبا آفریده و اگه چیز بدی هستش از خود ما هستش، از اون جنس انسانی ما هستش.
پس اگر هم چیز بدی تو این دنیا برای ما درست میشه یا خودمون اخلاقای بدی داریم، میتونیم با دعا و در حضور خدا رفتن اونها رو از خودمون بکنیم. بعضی چیزا با روزه و دعا واقعا میشه ازشون دل کند، یه سری اخلاقای شاید بد و زشت و منفی که داریم. خیلی مطلب زیبایی رو اشاره کردی راشد جان، به خاطر اینکه به خصوص برای کسایی که در مسیح هستن و در مسیح داریم زندگی میکنیم، ما ایمان داریم و واقعا کار خدا رو در زندگیمون میبینیم. کار خدا تبدیله. کار خدا تبدیل کردن ما انسان هاست و ذات انسانی ماست. اگر امروز من این دروغ رو باور بکنم که من اینطوری هستم و عوض نمیشم، امیدی برای من نیست، من با همین جوری که هستم، با همین ضعف‌هام جلو میرم، با همین عادات زشتم جلو میرم، کار خدا رو در زندگیمون داریم محدود میکنیم، دست خدا رو داریم در زندگیمون میبندیم. به خاطر اینکه خداوند وقتی کاری رو در ما شروع کرده، کلامش وعده میده، توی مزامیر میگه من کاری رو که در شما شروع کردم به کمال میرسونم. بنابراین ما در راهی قرار گرفتیم وقتی در مسیح هستیم و مقصد اونجاست، داریم کم کم با قوت خدا به مقصد داریم نزدیک میشیم. بنابراین وقتی که این دروغ رو باور میکنیم، میگیم خداوند، در واقع به قدرت خدا شک میکنیم، اعتمادمون رو به قدرت خدا از دست میدیم. کلام خدا میگه قوت خدا برای کمک به مؤمنین عظیم هست. وقتی که من میگم من نمیتونم، همینم که هستم، قرار نیست که ما بتونیم، قرار نیست که من خودم رو عوض بکنم. عزیزان، وقتی که خودم رو به حضور خدا، مذبح خدا میارم، تسلیم میکنم خودم رو، میگم خداوندا اینا ضعفای منه، اینا مشکلات منه، درد منه، من نمیتونم، من اینجوریم، تو در زندگی من عمل کن. کلام خدا میگه ضعیف بگوید قوی هستم. وقتی که تو اعتراف میکنی که ضعیف هستی، مشکل داری، خدا میگه من در ضعف تو قوت خودم رو جاری میکنم، من هستم که در تو کار میکنم و تو رو عوض میکنم. آمین. در حضور خدا وقتی کاملن فروتن میشی، خدا تو رو سرافراز میکنه. کاملا فیلیپیان 2:13 میگه زیرا خود خدا در شما کار میکنه. آمین. و شما رو به میل و رغبت میاره تا از اون اطاعت کنید. یعنی واقعا خداست که در غلاطیان 5:16 دوباره همین صحبت رو میکنه که خداونده که در ما کار میکنه. فقط همون که پولونا گفت، فقط ما باید بگیم، اعتراف کنیم، به جای اون 100 تا دلیلی که میاریم که خدا من اینجوری آفریده و من اینجوری هم، فقط یک بار اعتراف کنیم که خدایا ضعیفم، این اشتباه هم میکنم، اینجوری هم و این چیزها رو در خودم دوست ندارم، تو بیا به من کمک کن، تو بیا، من خودم ده. کاملاً خیلی موقع ها من فکر میکنم ما میترسیم که با ضعف هامون روبرو بشیم، میترسیم از عوض شدن. حتی خیلی موقع ضعفایی داریم، ترسایی داریم، نمیخوایم قبول کنیم که من این ضعفا رو دارم، این ترسا رو دارم، احتیاج به کمک دارم. و به خاطر اینکه عوض شدن سخته عزیزان، من واقعا قبول میکنم در خیلی چیزها من هنوز دارم سعی میکنم عوض بشم و از خدا واقعا کمک میخوام و واقعا دارم دست و پنجه نرم میکنم با خیلی از ضعف‌های خودم، ولی خوشحالم که به این مرحله رسیدم تا امروز زندگیم که قبول کردم که من احتیاج به کمک خدا دارم در این قسمت. عوض شدن سخته، تصمیم جدی میخواد، بعد با قاطعیت بیستیم و بگیم من میخوام عوض بشم و وقت میخواد، برنامه ریزی میخواد، تعهد میخواد به کلام خدا، به اون چیزی که واقعا میخوایم روش بیستیم و زندگیمون رو عوض کنیم. ولی مطمئنن در خدا امکان پذیره، چون بازم کلام خدا میگه آیه زیبایی میگه خدا پسندان زندگی کردن کار آسونی نیست. درسته. ولی در مسیح امکان پذیره. حالا اینو میتونیم ربط بدیم به اون عاداتی که داریم، به اون چیزی که میخوام تو زندگیمون عوض کنیم. آره، عوض شدن در این قسمت کار آسونی نیست، سخته، ولی در مسیح امکان پذیر هست. من میتونم با قوت خدا این کار رو جلو ببرم. چقدر افراد بگو، چقدر افراد صدمه میبینن سر این موضوع، من عوض نمیشم، بعدم حتی به خودکشی میکشه، به اعمال نادرست میکشه. چقدر خوبه که واقعا اطمینان کنیم به عمل خداوند و به کار خداوند. ولی ما باید اجازه بدیم که خداوند در ما کار کنه. این خیلی مهمه در ایماندارا، که وقتی که میدونن کلام خدا رو دیگه خوندن، فلان دیگه دعا میکنن، فلان، باید اجازه بدن که خدا درون باشون کار کنه. و فکر نمی کنم اینقدر برنامه ریزی سخت و پیچیده‌ای باشه. باید اجازه بدیم که خداوند با ما کار کنه.
و میتونیم بعداً خودمون رو درست کنیم، تغییر میکنیم، همه کارامون رو به خوبی پیش میره اگه اجازه بدیم که خداوند در ما کار کنه. آمین. متاسفانه این پوسته ها اینقدر سخت شده، این باورها اینقدر با ما عجین شده، رفته توی گوشت و پوست و همه چی. اینه که خیلی سخته برای ما اگر بدونه حضور خداوند بخوایم خودمون رو تغییر بدیم. میتونیم بگیم من از فردا تصمیم میگیرم اینجوری باشم، ولی اون فردا فقط یه هفته طول میکشه، بعدش نمیتونیم. واقعا قدرت خداوند باید پشتش یاد باشه. یه سرود خیلی زیبایی افتادم، میگه بشکن این پوسته سخت من. واقعا از خدا بخوایم که اگه قلبمون سخت، این پوسته سخت شده، خدا واقعا بشکنه و اجازه بده که ما بذاریم خدا هم طور که هرمینه عزیز گفتی در زندگی ما، در وجود ما کار کنه. اصلا خدا خودش میگه پشت در قلبت ایستادم، تو خیلی چیزا در میزنه و خدا منتظره که ما اجازه بدیم، ما اجازه بدیم که او در ما تبدیل ایجاد کنه. خدا رو شکر. بریم سر دروغ بعدی. بله، این دروغ خیلی دشمن توی فکر ما میذاره واقعا، مثل به شکلی که توی فکر حوا گذاشته، حوا رو به نابودی کشید. چون اگر باورش کنیم واقعا ما رو به ناامیدی میبره، به بدبختی میکشونه و یا حتی ما رو به اعمال کاری میکنه که دست به اعمال نادرست بزنیم. و اون دروغ اینه که میگیم این آخرشه دیگه، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، این آخرشه و من دیگه طاقت ندارم. خیلی به اینجا رسیده. نه، فیلم آتش بس بود افی، دیدید فیلم آتش بس؟ دختره با شوهرش مشکل داره، میگه میره پیش روانشناس، میگه آقای دکتر من دیگه به اینجام رسیده، بعد میگه نه به اینجام رسیده، نه به اینجام رسیده، میگه به اینجا رسیده. بعضی وقتا به اینجا میرسه. آره دیگه. کلام خدا خیلی زیبا راجع به این که به اینجامون میرسه، خداوند خیلی زیبا میگه که هیچ وقت فوق طاقتتون آزموده نخواهید شد. ما همیشه فکر میکنیم که دیگه تموم شد، من دیگه نمیتونم، خیلی سخته برام، نمیتونم ادامه بدم. حالا بستگی به اون وضعیتی داره که توش هستیم، ولی واقعا خداوند نمیذاره که ما فوق طاقتمون آزموده بشین یا بخواد ما رو اذیت بکنه. یعنی موقعیت و وضعیت هر چقدر بد باشه، فیض خداوند از اون بالاتر. خدا رو شکر برای خداوند. و خیلی جالبه، من داشتم فکر میکردم فشارهایی که در زندگی ما به خصوص مسیحیان میاد برای بدبخت کردن ما نیست، برای از بین بردن ما نیست. مشکلات و سختی ها وقتی که میاد، کلام خدا میگه از هر مشقتی منفعت هست. برابر اگه خدا اجازه میده که این مشکلات وارد زندگی ما بشه، هدفی داره برای زندگی ما. چون همطور که بازم از کلام خدا بعد مثال بزنیم، میگه همه چی برای خیریت شما در کار هستش، همه چی برای سلامتی شما هست. بنابراین من تشویق میکنم کسایی رو که این دروغ رو باور میکنن، که خود من بعضی موقع این دروغ رو باور میکنم، وقتی مسائل و مشکلات زندگی میاد بارها میشه میگم خداوند واقعا دیگه من به آخر خط رسیدم، دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم، هیچ امیدی نیست. ولی یاد ابراهیم میفتم که در ناامیدی میگه به امید ایمان میاره، و بنابراین قوت خدا رو به یاد میاره که خدا قادره که در لحظه آخر، آخرین لحظات هم در زندگی من کار کنه. پس من خودم رو و شما عزیزان رو تشویق میکنم که دلمون در خداوند مستحکم بمونه، استوار بیستیم، در خداوند پایداری خودم رو داشته باشیم، استقامت بکنیم. چون اگه استقامت بکنیم امروز در مشکلات، در انتها سلامتی خدا، آرامش خدا و پیروزی خداوند رو در زندگیمون تجربه میکنیم. هر آینه ثمره‌ای هست برای عادلان. آمین. عزیزان آمین. چقدر قشنگ گفتی، چون پولس رسول خودش خیلی راجب ضعف‌هاش حرف میزنه، راجب مسائلی که تو زندگیش به، و چقدر جالب میگه، میگه در اون ضعف‌هام خدا جلال میافت. و اون چقدر مهمه برای زندگی ما. ولی یه وقتای خوبه که وقتی که به اینجا میرسیم بریم خیلی نگاه کنیم ببینیم اصل این جریان از کجا میاد، اصل این مسئله کجاست. چون ما عادت داریم، به خصوص ما خانوما، هی می‌ریزیم تو خودمون، هی میگیم اوکی اینو تحمل میکنم، اینم تحمل میکنم، یک مرتبه میاد تا اینجا منفجر میشیم.
من فکر میکنم سوای کمک خداوند و خدا رو شکر برای فیضی که خداوند داره، چقدر خوبه که ما خودمون برگردیم ببینیم اصلا از کجا شروع شده این. بله. اون مشکل اصلی رو ما هر وقت به اون مشکل اصلی برسیم و بتونیم با کمک خدا اون مشکل رو برطرف کنیم، میتونیم بقیه راه رو هموار جلو بریم با فیض خدا. آمین. پس بهترین کار اینه که برگردیم ببینیم این اصلا کجا شروع شد که الان رسیده به اینجای من. بله. چی بوده؟ و خیلی موقع ها هم تو زندگی خود من پیش اومده، مثلا به خودم گفتم که هیچ کس منو نمیفهمه، هیچ کس درد منو نمیدونه چیه، هیچ کس متوجه نیست که من چی میکشم، هیچ کس نمیفهمه که الان من چقدر مشکلم بحرانیه. اصلا تو شرایط من هیچ کس نیست. ولی داشتم شهادت اون نیک عزیز رو میدیدم، اون پسره که یک بارم چند بار توی برنامه شهادتاشو نشون دادیم که دست و پا نداره و واقعا نیک خیلی جالب بود. حرفی رو که زد واقعا دل منو به درد آورد. برگشت گفتش که من حتی حسرت به اینم که همسر خودم رو در آغوش بگیرم، فقط در آغوش بگیرم، بغلش کنم. اصلا این دل منو به درد آورد، چون نه دست داره نه پا داره، هیچی نداره، ولی اینقدر خدا ازش استفاده میکنه که باعث برکته. من یاد اون افتادم، اون میگفتش که من زمانی میرسید که میگفتم خداوند هیچ کس نمیفهمه من چی میکشم، ولی میگه صدای شنیدم که خدا به من گفت، نمیگم خدا بهش گفته یا فرشته ای به خوابش اومده، دقیقا یادم نیست، ولی گفت این صدا رو شنیدم که به من گفت عیب نداره، من میدونم تو چی میکشی، من درد تو رو میفهمم، من هستم، نگران نباش، من با تو هستم، تو رو تنها نمیذارم. و این صدا واقعا اون رو تسلی میده و محبت خدا رو به یاد میاره که خدا چقدر برای این ارزش داره و خدا میفهمه مشکلات ما رو، خدا درک میکنه. من همین که اینو متوجه میشم که خدا که پدر آسمانی منه میفهمه که من چی میکشم، منو تسلی میده، منو آروم میکنه. مشکل همونجا هستا، ولی من آرامش میگیرم، میگم خدای پر جلال، خدایی که در قدرت خودش داره سلطنت میکنه، میدونه که من الان تو چه شرایطی ام، همین برای من کافیه. و میدونی که خداوند میدونه هر چیزی دلیلی داره. آمین. و اون دلیل رو خداوند میدونه و میدونه داره چیکار. یعنی وقتی که یه جایی ما باور کنیم که یه جایی اشتباهای ما و کمبودهای ما و کم آوردنهای ما مسائل به وجود میاره، ولی وقتی که همونجور که گفتی بدونیم که خداوند دستش در کاره، میدونه، قادر مطلق، میدونه چی میگذره، همون به ما یک تسلی میده و فیض خداوندم که میدونیم. ولی من چند وقت پیش خیلی فشارایی به من وارد شده بود، خیلی عصبانی و ناراحت بودم و فلان، بعد داشتم فکر میکردم که خیلی جالبه بعضی ها اینقدر دروغ میگن، اینقدر راحت زندگی میکنن، هر کاری رو انجام میدن ولی راحت. بعد یه دفعه یاد حرف داوود افتادم که برادر اشکانم یه بار در کلیسا موعظه کرد اینو، که خیلی جالب بود که وقتی که داوودم همین فکرها رو میکنه که چقدر دروغ میگن، راحت هستن، اونا بهتر زندگی میکنن، اونا بهترن، اونا فلان اینا، بعد میبینن که وای چقدر در وقتی که میبینه خودش داوود که میبینه وای چقدر که اونا در زجر رو اینا هستن، ولی خودش در آسایش آرامش خداوند هستش، چقدر خوبه اینا. بعد من دیگه از اون روز اینا نه واقعا خدا رو شکر که در آسایش هستم. خب دروغ دیگه ای بریم سراغ دروغ دیگه ای که معمولا چقدر ما خواهد عزیزان در ضمن برنامه ما این دو هفته است، یعنی هفته آینده ما به یه مقدار دیگه از این دروغ ها خواهیم رسید. امروز یک چند تاشو بررسی کردیم، هفته آینده باز چند تای دیگه رو حتما خواهیم داشت. افی جان یادمون را به بینندگان عزیز بگیم اول برنامه که ما هفته آینده آخرین برنامه ما هست، قبل از اون تنفسی که میخوایم بگیریم، استراحتی که میخوایم بکنیم برای مدت دو ماه و برمیگردیم فکر کنم هفته اول فوریه ما دوباره برنامه زنده با یک سری برنامه جدید دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اینو گفتم حتما بهتون بگم. ولی برنامه پخش میشه، برنامه هایی که شما دوست داشتین، خیلی استقبال کردین، به طور تکراری برای شما پخش خواهد شد. یعنی ما شما رو به طور تکراری شما ما رو میبینید. ما از طریق ایمیل و تلفن و نمیدونم فیسبوک با شما در تماس خواهیم بود. آمین. و با برنامه های بهتر و پر پرچیتر گفتیم؟ پرمحتواتر برمیگردیم خلوتون.
خب این دروغی که میخوایم بهش بپردازیم معمولا افرادی باور میکنن که تو زندگیشون سختی و رنج خیلی دیدن. ولی چی میگه خداوند؟ خداوند قول میده که اینطور نخواهد بود تا ابد. پس اون دروغ چیه؟ اینه که سرنوشت من از اول همین بوده، همین خواهد بود، تا ابدم همین خواهد بود. شنیدین اینو؟ خیلی خیلی آمین. خیلی خب در مورد این چی فکر میکنین عزیزم؟ من فکر میکنم کلام ما خیلی توش قدرت داره و وقتی که یه چیز بدی تو زندگیمون اتفاق میفته معمولا میگیم همینه، من بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیگه بیشتر از اینم نخواهد شد، من هیچ وقت به اون چیزی که میخوام نمیرسم، همه چی بده. ولی همون جوری که صحبت کردیم، اگر که شرایط اطراف ما بد باشه ولی خداوند ما انقدر واقعا بزرگ هستش، انقدر رحمتش عظیم هستش، همونطور که در آیه مزمور 139 خیلی قشنگ میگه که تمام اعضای بدن ما رو در دفترش نوشته. پس هیچ وقت امکانش نیست که ما شرایط هرچی که هست اگه بده همونجوری نخواهد موند. اگه من الان موفق نیستم دلیل بر این نیستش که من دیگه تا ابد موفق نباشم، بلکه با تلاش من و قوت خدا میتونم جلوتر برن. چون برای من خیلی این اتفاق افتاده که انقدر بعضی وقتا گفتم نه دیگه من نمیتونم، همینجاست، تموم شد. خیلی جالب اشاره کردی راشا جان، گفتی در اون چیزی که ما میگیم، در سخنان زبان ما واقعا قدرت هست. و کلام خدا میگه، میگه هر کی خیشتن را بر روی زمین برکت دهد، میگه خیشتن را به خدای حق برکت خواهد داد. وقتی که از زبان تو برکت میاد بیرون، مسلما طبق اون چیزی که میگی برای زندگی انجام میشه. ولی اینجا میگه که سرنوشت من از همین اول همین بوده، بدبختیه. میخوام برگردم به اون چیزی که شما افی جان گفتی، که یه مقدار برگردیم ببینیم درست. اگر مسائل و بدبختی و مشکلات هست، یه مقدار برگردیم به عقب ببینیم که چه تصمیماتی، چه انتخاباتی ما در زندگیمون کردیم که اشتباه بوده و شاید نتایجش نتایج بد و منفی بوده. چون درست. کلام خدا اینم میگه، میگه هر آنچه را که بکاری همان را درو میکنی. بنابراین این مقدار برگردیم ببینیم چه انتخاباتی، چه تصمیمات اشتباهی گرفتیم که باعث شده الان زندگیمون یه مقدار، اگه حالا میخوایم اسمشو بدبختی بذاریم، تو مشکلات خیلی زیادی هستیم. ولی این وعدرم خدا میده، میگه که من از این به بعد میتونم زندگی تو رو برکت بدم اگه تو در اطاعت من باشی و از خدا حکمت بخوایم که از این به بعد بتونیم تصمیمات درست بر طبق اراده خدا، نقشه خدا در زندگیمون بگیریم. داشتن حکمت خیلی مهمه، چون با حکمت و با مشورت با دیگران و مشورت خداوند هست که ما میتونیم تصمیمات درستی در زندگیمون بگیریم که نتایج مثبت هم داشته باشه. حالا فرض کنیم که این کارو کردیم، یعنی اون کارو نکردیم ولی الان در مرحله بعدی هستیم. من فکر میکنم عوض کردن دیدمون خیلی مهمه. دیدمون رو عوض کنیم، برای خودمون هدف بذاریم. وقتی که ما بدونیم در خداوند کجا هستیم، جایگاهمون چیه، اون خداوند رحمت ما رو تا چه حد بالا برده، تا کجا هستیم، اونم در نظر بگیریم، با ابزاری که داریم، استفاده از کلام خداوند، از دیگران و هر چی که در دور و برمون هست، ما میتونیم سرنوشت رو تغییر بدیم. یعنی این نیست که سرنوشت من از روز ازل به بدبختی نوشته شده تا ابد هم بدبخت خواهم بود. این سرنوشت من از نوشته شده، یعنی همچی چیزی نیست اصلا. خداوند خدای رحمت. کلام خداوند تو مزمور 35 میگه اگر تمام شب اشک بریزم صبحگاهم با شادی آغاز میشه، صبحمو با شادی آغاز میکنم. یعنی خداوند اینقدر رحمت داره. پس ما برای همکاری باید دیدمون رو عوض کنیم، هدفمون رو مشخص کنیم، بدونیم در خداوند کجا هستیم، از راههایی که خداوند برامون تهیه کرده جلو بریم. من مطمئنم انتهاش زیباییه، انتهاش ناامیدی و یأس نخواهد داشت. یه مطلب دیگه هم که من خیلی میشنوم دور اطرافم خیلی میگن، میگن که اگه تو بدبختی و سختی هستن، میگن که خداست دیگه، تقصیر خداست، خدا این بلا رو سر ما میاره دیگه، هرچی اراده خداست دیگه باشه، خدا این بدبختی رو میخواد ما بدبخت باشیم. و این قلب منو به درد میاره که چون که واقعا این از خدا نیست. خیلی موقع به خاطر تصمیمات اشتباهات ما هست. حالا درسته خدا اجازه میده، مثلا در زندگی ایوب اگر بیاد بیاریم، خدا اجازه داد مشکلاتی در زندگی ایوب ایجاد بشه،
که بعد میگه خب اواخر ایوب از اولش خیلی پربرکت‌تر و عالی شد، ولی بعضی ها من توجه کردم خودشون تصمیمات اشتباهی گرفتن ولی تقصیر رو گردن خدا میندازن، ولی کلام خدا میگه خداوند به قوم خود و به مقدسان خیش به سلامتی میگه، به سلامتی خواهد گفت. و این رو باید یه خورده مواظب باشیم که همه چی رو گردن خدا نندازیم. دقیقاً وقتی یه چیزی میشه اولین یه چیز اتفاق بعدی تو زندگی اشخاص میفته اولین سوالی که میپرسن خدایا چیکارت کرده بودی؟ آره چیکارت کرده؟ من خودم اینجوری کردم. من خودم وقتی که پدرم رو از دست دادم گفتم خدایا مگه ما از تو چی میخواد؟ اولین چیزی که بود با خدا شروع کردم جنگیدن. خدای تو چرا این بلا رو سر ما میاری؟ چرا این کارو میکنی؟ تو اینجوری هستی؟ شروع کردم با خدا کشتی گرفتن و جنگ و دعوا. ولی یک جاهایی البته خداوند ما رو تعدیب میکنه، یه بله، جاهایی بله. لازمه که یک الگوهایی باشن، یه جاهایی لازمه که خداوند مثل ایوبی که شما مثال زدید هست، ولی انتهای مسئله مهمه. تو تمام این مسیر چیکار کرد ایوب؟ ایوب وفادار موند. آمین. اون خیلی مهمه که ما وفادار بمونیم در انتها. حتما ممکنه حتی در انتها وارونم صلیب بشیم، ولی در تمام طول راه میدونیم خدا هدفی داره از این موضوع، آرامش کامل رو داریم. آمین. و اونجوری وقتی که اینجوری صحبت میکنیم که سرنوشت من همین بوده، یعنی چی؟ یعنی نه آرامشی تو من هست، نه امیدی تو من هست، و اون اشکال رو به وجود میاره که بله. زندگی روی همون ناامیدی و تلخی جلو میره. چقدر خوبه که همیشه به وعده های خداوند بچسبیم، به قول هایی که خداوند داده و به اون شکل جلو بریم. آمین. آمین. دیگه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. افی جان یه چند تا مطلب رو داشتم از مجله کلمه میخونم، خیلی جالب بود، اگه وقت دارم بگم. میگه برای تمام چیزهای منفی که به خودمون میگیم خداوند پاسخ مثبتی میده. میگوین غیر ممکن هست، خداوند پاسخ میده همه چیز ممکن هست. میگوی هیچ کس واقعا منو دوست نداره، خدا پاسخ میده من تو رو دوست دارم. میگی من خیلی خستم خداوند، خداوند میگه من به تو آرامش میدم. میگی من توان ادامه دادن ندارم، خدا میگه رحمت من تو رو کافی است. نمیتونم مشکلاتم رو حل کنم، خدا میگه من قدمهات رو هدایت میکنم. آمه. نمیتونم اون رو انجام بدم، خدا میگه تو با من قادر به انجام هر کاری هستی و میتونی. میگی این ارزشش رو نداره، خدا میگه این ارزش رو پیدا میکنه، من بهش ارزش میدم. میگی من نمیتونم خودم رو ببخشم، خدا میگه من تو رو بخشیدم. آمین. آمین. چقدر زیبا. آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما چقدر میتونیم تشکر کنیم از این عزیزان. ممنون هستیم واقعا. امروز واقعا من خودم امروز روز اولی بود که عزیزان رو ملاقات میکردم. دوستان بلونا جان رو چقدر خوشحالم که ملاقاتتون کردم و چقدر خوشحالم که دعوت رو پذیرفتین و چقدر خوشحالم که ما استفاده کردیم از شما همجور بینندگان عزیز ما. راشل همکلاسی من، چقدر شیطونی میکردیم تو ایران، الان معلمامون اگه ما رو میبینن ما رو ببخشن. ما رو ببخشن. نمره ازدواج ما صفر. خب عزیزان بیننده، به آخر برنامه رسیدیم. با تشکر از عزیزانی که دعوت ما رو قبول کردن، تا برنامه هفته آینده خدا نگهدار شما. خدا یار و نگهدار شما باشه.